از اون عشبت یک داستانی که داره میگذره در این زمان آدم شو شیش هفت جای سوره هست به آیه رو میرسیم از سوره شانه بکنه یا آیه اون سوره شو بفرمید خود سوره شعرها بیارید تا یادشو شده بشن سوره شعرها سوره بیست و ششم شما سی سفر شده بله هم شروع بسم الله الرحمن الرحیم شروع خیلی شما اصفت که داستانی داره در عالم میگذره با اون اینه میگذره آفر که هر کس خودش جز آفر خدا در این کار رو الان شما یه آدم های که تو خیابون میره اگر این ورانور خیابون رو ببندید همشون بگیرید مثلا میبینید همشون معده دارن لوزر معده دارن روده کوچیک دارن روده بزرگ دارن دارن جنب بشر هم دیگر این که من میگم از همون قبیله این صحبتی همه میکنه خدا با همه دید. رو بقیه حساب نکنید چون نمیدونید رو خودتون حساب کنید که کرده خدا میکن خدا در سوره فصلت که سوره 41 قرآنه میفرماد من خدا اینقدر آیاتمو نشون میدم به همه به همه به همه اول در سوره فصلت اون آیه رو هم فکر صفحه باز کنی صفحه 482 سخت به آخر صفحه 482 به قرآن جهان فرامونه کسی قرآن رو خدا سنوری بله خدا می فرما سنوری هم یعنی به مخلوقات شد بیدیم آیات امام ششم فرمودن خدا نمتونه خودش رو نشون بده اون شدنی نیست که این منم ببینم ناقم رو ببینشونم رو ببینم خدا دیدنی نیست نمتونه خودش آیاتش رو نشون بده آیاتش یه موردی شده پدر شما تو خونه پیداش بشه و میزنن تو کشندشون تیر زن با صدا آمده خودشو مثال میخوام بزنم خودشو نشون نمیده چون بیاز و کشتندش کیفش نشون میده کتش نشون میده کفش نشون میده چیزی که مال اونه ولی میدونی مال اونه آیات یعنی نشانه نشون میده خود به نشانه من ما آیات خدا خود این قدم نشون میده به هر کس که بیرون بدنش فی الافاق و فی انفسه هم چه تو بدنهای خودشون که اینقدر خدا خودش و آیاتشون نشون میده حتی یتبین لهم مثل این خورشید برای همه روشن روشن میشه که انه الحق هم خدا هست هم یکیه و حضور داره برای همه روشن میشه یه سوالی پیش میاد به اصطلاح این منطقی ها میگن دفع دخل مقدر این کسی میکنه سوال کنه خدا اینقدر بیکاره که برای هر آدمی نشسته اینقدر آیه نشون بده جواب داد اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید میگه محمد پروردگار تو هر شیء انسان هم یه شیء این بلنگوه اون کتابه دائما بدوشه خدا همه جا هست همیشه کارشو میکنه کاری هم جلو کارشو نمیکنه همچی که در زیر زمین داره اون مرچه هر روزی میده داره تو دریا ماهی ها روزی میده تو خونه من دارم زنم روزی میده تو خیابونم داره اون رو داره کاری دیدو کارشو نمیگه دامن هم هستی فرد هست کسی فرض کنه بیکاره بکار فرد افراد اینجوری اولا هم یک فبرد به که همیشه بر کل شای شای فرد کتاب هم هستی میگم بکنم رو کنم آیه هم هاتشون کنم حالا اینجا بحث آیاتی تو شعرا انواع آیاتی که خدا به بشران نشون میده که اومد قیامت نشون داد بحث میکنه باشون خود به محض اینکه از قبرها پا میشون تو قیامت هزار سال قیامت هزار سال اول محاکمه اعتقادات همه اعتقادات که خود ایس پیغمبر دین نمیدونم شیعه علی عمر اینا اعتقادات هزار سال خود خدا هم محاکمه نه گفتش که معلم میذاشتیم ما این همش مال طلبه هست از یه خیلی سال پیشه گفت این همه گرم بود سال همه مثلا 60 سال پیشه نجد گفت هم خیلی گرم بود من خدا اینجا نبود این هم لنگ میبست که به لباس کرم کرد بود منطق درس میداد الان درس است دیگه و طلبه ها بخورد پنج شیش هم این متا بعد آخه عصبانه میشدیم معلمه یه چیز هم میگفته این فرانده ما خیلی میخندیدن این حرف بزن
گفته دیگه یه دفعه مثل که پول بچه ها میخواستن تو خونه خرج بوده چیزی بوده نبوده دیگه نداشتند و اینا یادش افتاد که وزن نداره و اینجوریش نام گفتش که اومد داداشش نیمده بود طلبه بشه داداشش هم به کاسف شد اون وزنش خوب بودش یا گفتش که من اصلا نمیخواستم طلبه بشم این پیدر مرانم باید شد کانو ما میخندی برده که نه بعد رد بشد بیدم نشستیم درس بخونیم یک کسی گفت فلان کسی رفته صوفی شده یکی از این بچه ها گوی عصبانی شد بگو آخه مگه این بیدینی خودمون چه شکه مردم بیدم صوفی میشه بیدینی خودم بزرگ دادم به خودش بد میگه بگو این بیدینی خودمون مگه چه شکه مردم بیدم صوفی میشه الان اونجا ما حاکمه داریم هزار سال رفته سنی شده چیه شما گرد شیعه هستی کجا؟ من خودم سنم کم بود، من بچگی طلبه بود کم بود، شاید مثلا 14 سالم بود گفتم خب من بابام سید بود، اونلا نمیشه چیو فلان رو خونم نمرو بود، حسینه بود تو ده بالاخره تو مسجد بود، اینا خب چیه شد؟ بکر پدر مادر من اشتباه بود، من دین همونا رو فعلا دارم ادامه میدم شما از یه یهودی بپرسید چرا یهودی؟ میگه بابام یهودی بود شما به اون زردوشیه بگو شما چرا زرد میگه با هم زردوشیه سنده هم همچنان همه همچنان بابا هاشون بوده اینو بود ما میگو بابا هاشون اشتباه کرد اون بده بابای ما هم اشتباه کرد خودم شروع کردم به تحقیق کرد تحقیق میکنم طول کشیدم شاید نزدیک 6 سال من که دست دین اینا برداشتیم این کارو من انجام بده اون تحقیق هم تحقیق چیزایی که خیلی کمک آدم میکنه این که عقله این کتاب وحی آسمان منتی واقعا شده به ما مسلمانات قرآن دست نخورده است نمیتونن دو قرآن خدا قول داد این قرآن نمیذارم کسی دست بزنه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تورات رو توش دست بردن، انجیل رو دست بردن و نه قرآن نمیذاره کنم اگه همه زمین هم دست به دست هم بدن دست ببرن خود خدا از آسمون بیاد همه شون رو بزن قول داده ها نمیذاره دیکن قرآن حالت ناموسی داره برای خدا نه کم کنه نه زیاد کنه باز مهم ها این اعتقاد مهمه که بدون قرآن دست نخواست قرآن داره جر بحث میکنه با بت پرستا تو که چرا بت پرستی میگن بابا هامون این کارو میکرد میفرماد آیا اینطور نبود که باباهاشون علم نداشتند او علم رو به آن قبل برزن علم بگوید چیزه که علم دانش این مطالب مصدق این تا ثابت شده تو بید مثلا پنج پنج شده بیست پنج شده کنید یه جا دیگه میفرماد بود چرا دنبال با میکنه میگه باباها هم بودند فرماد آیا اینجور نبود باباهاشون عقل رو به کار نگرفتن پس قرآن عقل و قبول این خوب دیگه ابزار کار عقل عقل خود قرآن هم که ملاک خوبیست برای تشخیص چون تحقیق تحقیق که میخوای بکنی صاف نرو کتب شیعه رو بخونم خب شیعه رو خودشون بزنه صاف هم نرو کتاب سنی رو بخونم هر خودشون بزنه علای اقتلاب بگیدن هر کس داره خر خودشون میرونه همه رو بخون عقل رو به کار بگیر، علم رو به کار بگیر چی شده؟ ببینید پیغمبر اسلام اومده تاریخ های بخونید تحقیق تحقیق دیگه شما باید دختر بگیرید و تحقیق بگیرید باباش که ننش که آمیدش اخلاقش مدرسه اونجا رفیق ندسته بشه چی بخونید تحقیق های دینه دیگه پیغمبر اول که تشریف آورده تا خودش زنده بود و اینا بحث شیعه و سنی و اینا نبوده خودش بوده و دینش و قرآنش بوده بعد این رو را شده خودش هم فرموده بعد از من دینم افزاد و سپرده میشه همه میرن جهنم جز پیروان وسیعه فرمود بعد از حضرت موساد برادرم موسادین شخصاد و یه فرقه شد همه اهل جهنم هم جز پیروان وسیعش نوشه ابن نون
و بعد از برادرم بیسادی نشفت و دو فرقه شد همه اهل جهنم جز پیروان وسیع شمعون و صفا و بعد از من همه اهل جهنم 73 فرقه جز پیروان وسیع من ابن عبدالله. یه چیزی براتون بگم، هیچ فرقه ای تو مسلمان ها نمیگن علی وسیع نیست، همه میگن علی وسیعه، او خلیفه از سرش دعواست، یعنی کی بره بالای منبر که حکومت کنه که پولا رو بگیره. وسیع معناش اینه شما الان بیاد خونه من، اون برادر بزرگم بعد از خودم وسیع کردم که من مردم اینجا دفنم کن، بده یه مو بده نماز انقدر دارم تا موشو با پیکاره. هر که وسیع داره شما وسیعت نامه بنویسی وسیع معلوم میکنه که یکی زنش رو وسیع میکنه، یکی پسر بزرگش رو وسیع میکنه، ممکنه دو نفر رو وسیع بکنن. حالا نه، وسیع پیغمبر علی بودش. یه جوری هم خدا پیغمبر درست کرد که اصلا نمیشدی به هم بزنن. فرمود من که از دنیا رفتم علی فقط حق داره منو لخت کنه، قص بده، کفن کنه، نماز بخونه، بذاره تو قبر. هر که دیگه بیاد دخالت بکنه چشمش به بدن من بخوره، بعد من درد را گور میشه. کس جورت نمیگه بجا فقط فضل ابن علی و فضل ابن عباس، فضل ابن عبی سوه یکن اولاده عباس و سوه هم خوبی کمک کنه به علی، یعنی آبد درستشون. ولی موازه باشه اگه تصادفاً هم چشمش به بدن من بیفته بعد من درد را گور میشه، شوخی نده. یه مرد و زنده شد تا این قصد تموم شد که وقت چشمش نگه بزید تموم بشه. اصلا کسی رو هرم کرد بیجا از دهلی از کلی ها رسول الله شما هیکلتون بزرگه، موقع قصد احتیاج داره می کسی به چرخونه، فرمون ملائکه می چرخونه در سمت راست که تموم شد دیدم بدن چرخید خودش، یعنی ملائکه چرخید. تو منو تو قبل بگذاری، زنهای منو تو بعد از من اداره کن، اینجوری کن، اینجوری کن، طلاق بده، گفته همه بده های من بده، بعدم بار بیکاره، وسیع تموم شده که وسیع کنم. هیچ کس نمیگه غیر علی وسیع، علی وسیع رسول. این اختلاف توش نیست، سر خلاف هست که جانشین حکومتی اون دعوا سرش وسیع علی فقط پیرو بیدوست پیروان وسیع هم علی ابن عبی طالب. جان فعای شو هفتر طلاق دادن هم میرن من میبینش؟ بله طلاق شو ارزم برای اینکه ببینیم اون بر اینا گفته شده به درد هیچ فهم مجمل نمیذارن تو جی درست ها مرد بیدینه نکردن اینا بحث خود شده. حالا بعد بکنیم تا نگاه کنیم دیگه تاریخ ها رو به قشن بررسی کن بگیم چی شده چی شده این چی شده اون چی شده. من به خاطر بررسی کردن این تاریخ ها دقیق که چی شده چی شده انقدر به تاریخ مسلط شدم که سال 92 تور تلویزیون شبکه یک بودیم روز 22 مرمدون بود رویدادش که مصاحبه کرد اون آقای زرقامی بود اومد گفتن در کل ایران شما چهار چیز نفر اولی حتی از مراجع هم جلو سایی گل به ایران بگی تاریخ ایش کرد من برای کارم تاریخ رو خونده بعد انقدر حوادث رو میدونم که میدونم عمر را رفته چند قدر رفته اصلا صرفه گردی یا نه چون قسم بگم دعوا سر چیه آب دعوا رو باید درش بریم صاحب بگم هوا علیه با عمر کجا میدونی تو بابات اینجوری بوده باید دلیل بیاری بود بخون تحقیق کاملا حوادث چی بوده چی بوده چی شده چی شده تو باور کنیم بگیم چی کار باید کرد بعد اینو بخون اون وقت اینو که مقدمه برای شما چیدم ببینید قرآن کریم در سوره شعرا داره نوع آیه نشون دادنش رو به مردم برای شناخت خودش میگه خدا مثلا سوره حال و هواش اینجوری سوره که شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم تا سین میم سه تا سوره های قرآن با تا سین میم شروع میشه تا سین یعنی که داستان میمون داره میگن تواسین قرآن تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخ و نفسک علا یکون مؤمن شروع شد که خورده که میاد جلو این آیه مطرح میشه آیه که آخرش حرف زده اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم این گیاهانی که از زمین میروید چوبا اخچاب یا اونا نجا و میبینن بشر دیگه چه گیاهانی، چه میوه‌هایی، چه درخت‌هایی من کل زوجن کریم همه هم چقدر بشه احتیاج داریم او سیب خوراکیه، او بلار خوراکیه، او گندم بخوام بیارنش کنم
زوجه کریم یعنی خیلی مورد نیاز ماست. این نفی داره کل آیه خود این یه دلیلیست برای شناختن من خدا. الان شما این اونه که تو سفره زور خوردیم بدون گندمش از کجا بود؟ از وقت در خارج هم بازم بذاختیم ما جای دیگه سن. از وقت کشتی کشتی گندم میارندم به اونجا مثلا. حالا وقت داشتم رسم کردن آن که از خودمون تا میتونیم بخریم از بیرون نیاریم و کم بود بیاریم. مثلا گندمه که مثلا تو کلان مملکت کشتی بار شده یا کجا هم ایران. خدا میگه معده منو چه خبر داشت؟ نه جوری خلق کرده به دردم معده تو میخوره لون میشه میره تو معده جذب میشه. خب پس یه نفر اینا رو خلق کرده یه جوری اینو خلق کرده اونو که به همین میخوره. تمام میوه ها توت فرنگی اینا داخلم چقدر بر بدن موثره. مزه هایی که دارن مواد کی اینا رو درست کرده کجا یه نفر دستن در کاره. اینا خودش یگانگی خدا رو نشون میده قدرت خدا. ان فی ذلک لآیه این درخت ها همه نشانه ها به خدا هستن. و ما کان اکثر هم مؤمنون اکثر به خدا ایمان نمیارن. همین درخت خودش درست شده و خودش جای خودش رو و پروردگار تو عظیمه عزیزه هیچ احتیاج به شما نداره. قبول نکن من نیاز به شما ندارم ولی رحیم هستم مهربانم. حق رو بفهمید حق رو دریافت کنید. یه آیه ای که جلوی همه مردمه در اختامی و آبین اونجا رو همه دنیا هست. خب چرا خدا رو نمیشتید؟ میگفتش که شنیدم این آیه این دوشه پس نمار خیلی سال پیشه که پسر نازم جو بود زیر بار خدا نمیرم این خدا رسی بعد من میگفتم اون میگفت من میگفتم اون میگفت گفت یه روز اومدش گفتش که دیدمش قبول دارم شناختم. کی دیدی؟ گفت خدا رو. کجا دیدیش؟ گفت صبح دم حوض حرفایی بوده که بهش گفته بود تو ذهنش. دیدم این گلدونه کود که دادم بهش به گنده میده کود کوده هر گلدونه که دیدی این گله به این زیبایی بوی به این خوشی کی درست کرده؟ از این کلام و این گنده رو تا هوا و آب و اینا خودش درست خیلی زیباست گل و بوی خوب نرسته آره هر کسی گلی میشنست. پیغمبر از پیر زنی داشت چرخ میرس چرخ برای بود نخ اون وقت بوده و خدا رو به چی شناختی؟ درچه کشید بیرون داشت میچرخون گو به هم چرخ به رسول من دستم کشتم بره این وامیسه یه نفر بعد دستش تو این زمین آسمون باشه این من بچرخه. فرمود علیکم به دین العجائز استدلال خوبیش باشه یه نفر پس میگه وقتی این چرخه انگوشتی میکشه دیگه نه بچرخه این زمین خوش آسمانه اینا یک کسی باید بچرخه من خودش کرده بچرخه. آقای مجتهدی میگفت خدا رحمتش کنه آقای مجتهدی ما چند سال دسته سال طلبی مسجد مدرسی شما دو سال چل شده سابقا ما از فونسار که می اومدیم قوم ماشین ما می ساد برمیم به تهران من بلم قوم ما می سادیم زیارت مردم بیرفتم می آمد. آب نبود وقت هوا گرم بود مشک آب دوشش بود این تر مشکم پیچونده بود با نخ بسته بود چکه نکنه بعد یه لیوانی نم یک تانو چقدر می دادم می دیدم یه آب بود نیازم بودم وقت آب بود جرانم به مشکه گفتم خدا چیلی رو شناختی گفت به این مشکه من آبش میکنم چقدر پیچ میدم سرشو این نخوام سب بود با نخ چقدر بیمن نمیشه بازم چکه میکنم ببین خدا چه جا درست کرده چکه نمیکنم خراسه الان شما اینا که یه نخ نبستیم باشه چکه نمیگه حالا که مریض میشه بخونم خب راست میخوام مشکر رو راست میگم من بازم چکه میگردم هر کس به او دید خدا من در کار میکنه دیگه آب چرا نمیبینی؟ چرا آیات الهی نمیبینی؟ بعد خداوند میره سراغ داستان موسا داستان موسا ادجا که شروع میشه این صفحه رو برو هم کرش کنه این صفحه بعد هم کرش کرد آمد این صفحه باز داره میاد میاد تا آیه 66 67 یعنی شش تا حدود 60 آیه برای موسا. چرا اینقدر حرف موسا خدا من؟ تو موسا خداشناسی خیلی زیاده
فرعون بوده با همه قدرت بوده، اینا اسیر و علیل بودن، دستشون اصلا فهمیده بوده یه بچه میخواد بیاد زندگیشو بیره خونه، زنان از مرد جدا کرده بود، بچه ها سر میبرید، پسر ها چی میکرد، شرارت. و بخ به قدرت خدا آورد زیر تخت خودشون به تو منعقد شده، خودشم بزرگش کرده، آورد بعد نشون داده خدا تو چی باکی میخوایی در بیارید بیدم بچه رو خودت بزرگش کنید در خود تو در بیاری. این همه آیاتی دریا رو برای شکافته من اساس اصلاح میشونه، خیلی موسا آیات الهی زیاد داره. اون وقت الان که اینجا نشسته کل کره زمین موسا، خب یهودی ها میگن که پیغمبر موسا سیه، الان تقریبا حکومت قدرتی و پولی زمین دست یهود، شوخی نداره بینام دیگه، الان که داره دعوا بشتو سم به موسا که به مطره زمان طاقوت هم فیلم ده فرمان درست کردم، من نرفتم، من بشتو سیر سینما ها وزش خوب نبود و خیلی زحمت کشیده بودن شنیدم. موسا هست، حالا با کم زیاد داشت موسا چیز دیگه نشتو زده، داستانش هم تقریبا هست. شما سوره البقره رو که باز میکنید، سوره سال ششم آمده تو مدینه، چه راست میگه یا بنی اسرائیل، ببینید سوره بنی اسرائیل چون این یهودی ها تو مدینه دست ما افتاده بودن که اسلام به وقت روش نکنه، مخالف بودن، حالا دیگه دیندار شده بودن، هی میگفتن موسا دریا برای شکافته شده، این پیغمبر مگه چیکار کرده، موسا عصاش اژدها میشده مگه این چیکار کرده، موسا عصاش رو زده به سنگ دوازده تا چشم آب باز شده، این کاری نکرده، ای واسه پیغمبر پس بزنن. خدا اون جریانایی که میگفت مطرح میکنه که بله شده، اما شما چی؟ شما بنی اسرائیل میگه نره پیغمبرتون کتاب بیاره موسا پرست شده، شما کمچه علیه السلام موسا آدم خوبی بود، میگم من آنم که بستم باید پرده کنم، موسا آدم خوبی بوده، به تو چه خواهد تو که بادم این حق هرستری رو قصف کرده بودم، چه روز گذشته بود یهودی ها توشون با سواد تورا پتاق بپند، هرستری آمد بره تیکه انداخت به هرستری، گفت هنوز آب کفن پیغمبرتون خوش نشده، به تیب به هم زدین، دعواتون شد، درگیر شدید با هم. هر سری فهمیدن یا اخل یهود، اخل من بیشتر مدینه یهودی بودن زیاد بودن، من اخل دارم برد. شما هر نیر رد شده بودید، هنوز کف پازون خوش نشده بود، گوسال پرست شدید. ما که پیغمبرمون سر جاش خدا، سر جاش قرآن، سر جاش سر جانشیش دعوام شد، تو به من دهنه میزنی، این خیلی سابقه خوبی دارید، اونم سر جنده پایی دارید. اینا هی مطرح میشه بنی اسرائیل و سوره بگه ما با اینا بعد خوب خودشون ندارم، میگه شما مگه بنی اسرائیل نبودید حتی تا پیغمبر رو بین طول این سر بریدید، یا هم که ملتی هستید تفاید داری میکنی، حالا موسا آدم خوبی بود به تو چه تو؟ خود همین موسا رو آخرش نفرین کرد به بنی اسرائیل تو وادی تیم، از دنیا رو بخواه همه مطرح جریان موسا باز میفرماد این نفیزاله که مسائل موسا آیه هستش و ما کان اکثر هم مؤمنین و این در رب بکن در خوبان عزیز. بعدش ابراهیم، ابراهیم شخصیت دنیایی شناخته شده است، سن خارجا بشو کن ابراهام، ابراهیم تمام ادیان آسمانی آشنان پشون، ابراهیم مورد قبول همه هست. جریانات خیلی عجیبی داره، اون با نمرود طرف شده، داستان داره، زندگی داره، فلان شروع شده داستان ابراهیم. باز اومده داستان ابراهیم تا آیه 102-103 و این نفی دالکه لآیه، این مسائل ابراهیم هم خیلی آیه، آیه ابراهیم تو آتیش انداختند، آتیش گلستان شد، اینو شوقی نگیرد خوب آتیش با آتیش صبح تو شب مستر کان داریم، شیش ماه ملت چیزم جمع میکردن، این که شیش ماه ایزم جمع میکردن، یه دونه آدم اقل ایزم نمیخواد، یه دونه آدم رو شما بگیر به مندش به این تیره که درم نره یه بطه زیرش روشن کن میسوزه، نه این کار سیاسی میکردن. نمرود میخواست بگه که مردم منو میخوان، میخواستن خط خدا پرستی رو بسوزونن، که شیش ماه، که شیش ماه اینقدر اومد بی فکری هم کردن، چوبار جمع کردن رو هم، حالا چه اینقدر چوب رو هم رو هم رو هم که بعد ابراهیم هم زندانش کرده بوده که بیارم بدونم تو هستش چورا آتیش ها روشن کرد، چوب هم خوش بود اینجوری رو هم رو هم اونجوری هوا بشه مرد علو گره. حالا ابراهیم آوردن خیلی شدید این چوب ها می سوخت و اینا ارم آتیش و اینا می بردن در 20 نفر ابراهیم و نزدیک آتیش و آتیش می سوزن همه رو بعد می گشتن ابراهیم هم بعد
فکرش نکردیم این بود. بعد قبلا میذاشتیمش این تو بلاتش میزدیم. ابلیس اومد شد. من زنیق ساختن یادشون دار. ابلیس در وقتش بود. گفت ببینید چوب بلند رو بذارید اینجوری پایه بذارید. ابراهیم بذارید اینجا سندویس به چی به یو بکنید 400 متر پرتش میکنه او بر. من زنیق رو گلیده باشم. ما توی دهم و گجون تعزیه از ابراهیم میگیریم. دهشت تعزیه است. اصلا من زنیق ساختن هستش میارن. ساختش میزیریم کنم بریم. حالا یه خورده بزرگ هم پرت کن. خب. یا اون یادشون تا دیدن در این آتیش هم می سخت و چند می سخت آتیش زیاد بود یه تا پرد کنن تو نقلا داریم که ملاک خیلی چیزی که خدایی هست و به رد دفاع میکنه اونه میخوان بسیزون آخه بریم کمکش کنیم کلمت برید ولی از خودش اجازه بگیم فرشته مال بارون این آمد که ابراهیم میخوان به من اجازه بده آنچنان بارون میبارم تمامی آتش ها که خاموش کنم بیش از خون اونه هاشون هم قرار میکنم نبود احتیاج نداره اونجا کمک نبود مال زلزله اومد اون فرشته و ابراهیم تمام خونه ها رو تخلیه میکنم آتش رو میبرم زیر زمین به تو احتیاج هر فرشته میومد در شغل خودش کمک آخرش جبریلی بابا یه خواهد هیچ کسی بابی میسوزونن دران جبرئیل اومد گفت ابراهیم هیچ کمکی نمیخوای گفت میخوام ولی نه به تو که جبرئیلی تو هم خودت محتاجی اونی که منو دارم بسونم براش علمه به حالی علمی که به حال من داره کفایت میکنم از سوالی که از کسی سوال کنم مکنم ایمان شما الله اکبر آقا ابراهیم پا شد رو هوا انداختم با من جنه که بره تو آتیشا قلنا یا نار کوی بردن و سلامن علی ابراهیم گفتیم ای آتش سرد و سالم باش بر ابراهیم تو روایت دیدم که خدا وقتی گفت سرد انقدر آتش سرد شد که رفت 300 درجه زیر صفر ابراهیم فریز شد یه وقت لغزد نه سالم نه سرمایه اونجوری سرمایه سالم یه او برگشت و اون محبت که افتاد تمام درختاش سبز شد گلستان شد گل در آورد میوه در آورد یعنی عرابی پیدا شد جبرئیل هم اومد اینجا یه صندلی گذاشته بود خیلی نشست و پلو ابراهیم دو تایی دل داده بودن و گل بگن حالا مردم هم دارم این نگاه میکنم این حکومت ها من ها بد بودم باطل که سر جاش هم بزد تا یه هر خانم میزدن نمرود گفتش و اگه آدم هم میره خدا انتخاب میکنه بره خدای ابراهیم ببین چجوری آتیش هر برش خورستان کرد گفت یا الله یه دونه از کاهن ها که طرفدار فرعون بود نمرود بود اومد به نفع فرعون نمرود تموم کنه بلند شد گفتش که خود نمرود به این آتیش ها و اینا گفته نسوزونید به من بردی دستور داد یادش بدم که اون برده رو بخونه اینجور بشه حرف این کاهنی آقا یهو یه تیک آتیش بلند شد و من تو تمام مردم کاهنه رو پود کرد و برده این بردیه رو فهمم این رو گفتش تکه برد بردی آتیش اومد تو رو این هم خونسا شد حالا داشتن همه میتره که نه قصه حالا ابراهیم نبیمد بیرون جا خوش کرده بود دو سه شام مردم کار دارن خب بیرون دیگه حالا به محض اینکه ابراهیم اومد بیرون هیچ کس نه این مسجد و دختر رود حالا دختر بوده عزیز کرده بوده اینا بودو بودو اومد ابراهیم چرا تو آتیش نسوختی؟ گفت خدا من چی؟ گفت من چی کار کنم مثل تو بشم که اگه تو آتیش بنزن نسوزم گفت به تو خدا یک تای من بیاری و من پیغمبرشم ایمان آورد دیگه هم نره پلو باباش یه نون خورم به ابراهیم زیاد فقط چون دختر نمرود نگردم بکشندش که جلوی امام نبود اینم پاکت پیغمبر زنش هم شد پیغمبر ما نه زن اینا خبر نه ولی پیغمبر ما رفت تو طایف 45 روز چقدر حالا کدک دادن چی کردن چی کردن مفصله یه دونه غلام یهودی ایمان آورد اونم دید خطرناکه ولش کرد برو که مردم فلان یه نون خورم به پیغمبر ازاب شد برای شهرم رو شما کنید بعد چرا به هم یه نبه مزمیه ببینید حالا ابراهیم خیلی آیست برای مردم این که آتیش برای ابراهیم سرد و سالم شده ما نمیگویم
تمام ادیان آسمانی میگن، یهودیان میگن، مسیحیان میگن، قرآن میگن، همه آرمند ساحری از دوستان بود ایشون نوشته بود، زیاد بود چندین ورق مداری که در آورده بود که این ایرانی ها که از رو آتیش میپرن چاشن به سوره، این مال آب آخه برسیم بگم ببین ابراهیم در شهر بابل، بابل اون زمان به حساب دنیای بزرگ اون زمان اینا ایرانی حساب میشده. خبر وقتی رسید به ایرانی ها که آتیش ابراهیم رو نسونده، آذرتشت یعنی آذر آتش تشت پرست، روزی که ابراهیم انداختن میگن چهارشنبه آخر هم سال بوده نسوزونده، اینا آتش روشن میکردن، از رو آتش میپردن که تشکر کنند از آتش دی ابراهیم رو نسوزونده. بعد اونا شب بین رفته همین بازی هاش مونده. مدارک کافی نبودش، خوندم هم برای گفتم آقای مهندس مدارک کاملا نمیرسونه واسه چاپ گلوه کفایت میشه. حالا منظوری که اینجور خبر همه داره، حسن ابراهیم برزن و بچهش رو گذاشت اونجا مکه و برگشت و داستان را چقدر میدونید به چی و فلان بود. وقتی اون قبیله اومدن دن یه زنی سینجا و یه بچه و آقا و اینا، تو کی هستی؟ تا گفت زن ابراهیم، هم میشناختم ابراهیم هم که آتش نسوزونده، خبر همه جا رو هم احترام کردن زن رو اونو به ابراهیم. خب ابراهیم یه آیه ایست از آیات الهی رو بشنسته باش و ببینید کارهایی که بوده، مسائلی که بوده، چیزایی که بوده، حتی نبود مال ابراهیم. اما ایشون زنش ساره اسحاق رو زایید، اسحاق یعقوب و این بنی اسرائیل اولادشن، اونی که زنش هاجر که کنیز بود زنش شد اسماعیل رو زایید، تمام تا پیغمبر ما اینا همه اولادای اسماعیل هم برای من با ابراهیم بود، اهل مکه ها کلشون اولادای ابراهیم حساب میکنم، نه اولاده اسماعیل اومده اینجا. بعد خدا رو تمام میکنه میگه این ابراهیم هم خیلی آیه است برای خدا پرستی. رفت سراغ یه بحث دیگه، کذبت آد قوم آد هود. اما یه مقادیر راجع به هود صحبت میکنه، مطالب داره، میاد دوره در آیه 139 میفرماده این نفی ذالک لآیه و ما کان اکثر هم. بله هود و قوم آدم خیلی فعالیت دارن، جا دارن. اون زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود رفتش عربستان، از این هلیکوپتر گرفت داره که میچرخن رو هوا، اونجا ها بلد بود محلهای قوم آد و بر نشونشون داد. خیلی تعجب کنه کجا میدونه، تو تاریخ ها دیده بود هنوز اون آقای که تو کوه ساختن خیلی قدر مونده هنوز، این میدونه از تاریخ میدونست بود هست این از دستانش. گفته همه اون آقا رو اینجا گفت این اتخذون مسائن لعلکم نم چیزا رو میتاشید درخت اونجا نره. اونم آیه بزرگیست در تاریخ قوم آد. بعد قوم سمود رو گفت و همطور تا اومده تا پیغمبر ما هفرشت رو هست مالی که پیغمبر ما که رسیده، ولی باز همین که این آیه است و تبکل للعزیز الرحیم و اینا. ببینیم سوره مبارکه اینجوری جمع میشه که آیات خدا میرسه. این داستان آیه رو شما دست کم نگیرید، همش این چیزهای مهم نیستش. صبح تا شب این مطالبی جلو چشم هم مگذره، ما آیات خدا رو میبینیم چجوری حکمتی عزیز خدا ذلیلش میکنه به عدتی. الان هم تو سریال از یوسف نشون میداد، زلیخا آمده بود تو جمعیت، یوسف میرفت داد زد که او شنید، گفت الحمدلله خدایی که شاه ها رو به معصیتشون عبید کرده و عبید رو به طاعتشون ملوک کرده. یعنی یوسف غلام ما بود و چی و چی، چون بندگی خدا کرده الان همه کاری مثل شده، اون چیزم مرده بود شوهرش، و من که رئیس اینم ملکه بودم الان گدایی میکنم و گور شدم. اینم که اون وقت یوسف کی بود این حرف رو زده؟ اینا آیات الهی، اینا رو الان زیاد میبینه. من بچه بودم پنج تا دوازده سال حساب کنید برای برگ و قواهد مطلبیش دیگه ده همونی بند خدا پدرش هکل درشتی نداشت بیه برده اینا، اونم چطور هکل پسر درشت بود. من از فاصله دیدم هم سر چیز زد تو گوش پدر الله. هر روز یادم میاد خیلی دلم میسوزه پدر جونه دیدم این سحنه رو الله شما چیزی نگذر رفتیم تو ده سرطان گرفت رفت بایه خود بسره
پدر باز مدت ها زنده بود خوی آیست برای من. من باز خودم تو حمام حمام بود رفته بودیم حمام روز از اون حمامه ولی هم دوشی کردم بینا. من خدا که دلاغ بودش اینا دلاغ را چیزم میکرد سلمونی هم میکردن با اون حالا پدرش نابینا بود آمده بود حمام پدر هی نابینا معلومه چی میکرد این بیتابی میکرد هی به ناراحته که چی میخوای ببینه من تو الان بچه که خیلی دلم بیسا بابا خب پدرت خب برس بشه لاب میخواد چند وقت بعد داشت گل از این چیزا درست میکرد میرفت که بیزنم چیزا اینا برای چیزی عروسان اینا منفجر شد بدنش تیکه تیکه لا لا من دیدم پدر رو اینجور بی احترام میکرد و دیگه تیکه شدنش هم بودم هر کس در از این آمن من خودم بودم شما از این رو یاد دارم خدا نشون بیده ببینیم چی شد ببینیم چی شد ببینیم چی شد ببینیم آیات داریم هر کس برای خودش دیگه آیات این آیات کلیسی آیات همگانیست و به قدری که انسان هدایت بشه خط رو بگیره جلو همه میذاره از این چیزا خدا جلو همه همه و توقع داره که آیاتش رو بهش توجه کنه بیمان بریم اکسیب نه بعد از سوره حمایت سوالون سوره نازعات ده بار خداوند در قیامت میگه ویلون یوم ازل المکذبین قیامت وای بر اینایی که ما آیات نشون دادیم هی گفتن دروغه نشون دادیم گفتن دروغه خدا انشالله من و شما مزنب به کنیم همه آیات شیمان بیرم لا اونجا نمیشه آب از سالم خدا به خاطر حضرت من از این قدر و کار شدم نحف مسلمونات هم دارم این دوستا رو بکنم لا اونجا